رادیویی نو، درامه رادیویی بی بی سی. ملا صاحب به مردم توصیه نمود که نباید بین اولاد دختر و پسر خود فرق قائل شوند و در تربیت و پرورش هر دو کوشش کنند. اکنون میشنویم که عابده به چه منظور خانه ماجبین رفته. ماجبین؟ او ماجبین، در خانه هستی یا نه؟ آه هستم خاله عابده، بیا خانه. گفتم خدا میفهمه که در خانه باشی یا نه. سلام علیکم. وعلیکم السلام خاله عابده، بیا خوش آمدی. در این خانه که زمستان کجا میرم، در این خانه هستم. آزاده نوشتگدار ایت جای برآمده نمیتانه. بیا اینی سو سر توشک بیشی که دمت راست شوه. راستی چطور شد که بعد از وقتا یاد ما غریباره کدی؟ تو باش، ما یک پیالگک چای بیارم برد که گرم شوی. خونک خوردی گرم بیایی. بیشی خود بزامت نساز، چای دلم نمیشه، چایم قرض باشه، کدام غایت دیگه میخورم. اگه میخوای قدر عزت مرا بکنی، از خیرت کده، یک چیزی ازت میخوایم، امو را قبول کو. تو خو حق دارستی خاله، بگو چی گپ است که از بودش این چای نمیخوری؟ ما در خدمتت هستم. خیال کتی موده کو که قبول میکنی، بعد از او بخشت میگم. بدون وعده و قول ما گپ خودتا چشم پت قبول دارم، چرا که یک زن مهربان و عضو شورای قریه ما هستی. دایم خیرت به زنای قریه ما رسیده، انشالله که ما هم هر امری که کنی به دو دیده قبول میکنم. زنده باشی بچه مزی که احترام مرا داری. اینمو تو که ما به خیر و شر زنای قریه میرسم، از تو میخوایم که کارای خیر کنی که سبا روز مردم دعا گویت باشد. از امی سواد و تعلیمت به دخترایی که از درس و سبق پس ماندن برسان، این که بسیار ثواب داره. ما خدایی میکاره کدیم و هر وقت که کسی از ما بخواه برش میکنم. میفهمم جان خاله خود، خیالیم یک کاری کو که خدا کنه برای دخترکایی که از درس و تعلیم ماندن درس دادنشان شروع کو، ثواب داره. سعیز خاله عابده، خیمه یک کرت امره ناظر گپ بزنم، باز بر تاوال میتم. باش که حلال سدلای و پر کنم، تاوال زنها زیاد میشه، یک کرت از کار خانه نمانم. نرگس پر، چشمایم روشن، شکر که بخیره هم اومد. از دست بیاوی بیخی در پچهال شده بوده. علیکم سلام حمیده، بیا خوش آمدی. این شکر نل قریه ما سابق واری جور شد، ازش خوب هاو میایم. راستی نفهمیدی که دنال چه قسم هاو آمد؟ این خوب بیخی خوشک شده بود. خدا خیر به تعضای شورا را، اما از آمد کشیدن و نل جور کدن. تعضای شورایی کار کدن؟ چی رقم؟ تو باش که سطلم پر شده، امیر اول دور کنم باز برای قصه می کنم. امیده خور، خیز خیرت کده سطلت زیر نل بان. خور رستی، این نال قصه تکو که چی دقمه و نل جور کدن؟ آه، گلخان گفت که کلانا و ریش سفیدهای قریه در شورا جمع شدن و به خاطر کم بوده و گپ زدن و رای حلش پیدا کدن، بعد از او در نلا هوا آمد. خدا خیرشان بده، از دست بیاوی بیخی در مانده بودیم، چرا که از یک سو نل خشک شده بود، از دیگه سو هیچ جای او نبود که می گرفتیم. یک چشمه در قریه دیبالا بود و هم بیاو شده بود.
حال خدا کنه که نل ما دایمی او بیایه. ای تو نشه که خوش که باز لالان و سرگردان پشت او بگردیم. رای نزنم میده خور. تا جایی که ما خبر دارم کلانای قریه غم او دایمی خوردن. انشالله که دیگه کم او نمیشیم. مقصد ده نفهمیدم نرگز. چی رقم غم او خوردن؟ او خواه زیر زمین بلند میشه. غم او زیر زمین چی رقم خوردن؟ نفرای شورا که جمع شده بودن فیصله کردند که کل اهالی قریه جات در دامنه تپا و کوه و لبای جوی خندق و چخوری بکنن که زمستان است برف و باران ذخیره شوه بازه و زیر زمین زیاد میشه. اگه این کار مردم کنه بسیار خوب میشه. سرور لالایم بیچاره از خوردن او ناپاک ناجور شده بود. عین گپش در کلینیک کشید. بعد از تداوی خوب شد. معلوم دار او ناپاک که ناجور داده خورده شوه خامخا آدم ناجور میکنه. راستی نگفتی که کار به تنهایی نمیشه. آلی قریه چی رقمی چقوریا را به خاطر ذخیره او میکنن؟ خدا خیر به تملا صاحبه. با کل اهالی گفته که در این کار شریک شون و عشر کنن چرا که زندگی به او نمیشه. اولار سید تیزد که اولار سید غور سید چو موجبی علا ایس چوچو ناظر چی گپ است؟ با خود هستی یا نی؟ ای والارسای گفتنت به چی خاطر است؟ چرا مرا میگی استاد شو؟ صدقی استاد شدن چو موجبی؟ او زن زامتکش و عرق نجبی؟ همی که داخل اتاق آمدم تو را دیدم که تختی سیارا در دیوال میخ میکنی؟ خیال کردم که دستت به مکتب آمده؟ بیزامت راحت نیست ناظر. من یک معلم هستم. باید دائم در فکر درس دادن و سبق دادن به شاگردایم باشم. من میگم صدقی شاگردای چواب کی را سبق میتی ها؟ مام خاله از سبق خواندن خلاص شدیم. بر سبق خواندن هیچ وقت دیر نمیشه ناظر. اگه بخوایی میتونی آلیام یاد بگیری. مام گپی ای که ده اینجا کی سبق میخوانه؟ برات بگویم که دخترای قریه را بعد از اینجا سبق میتم که سواد یاد بگیرد. او صدقی سبق دادن چو موجبین تو بسیار یک زنوشیار برامدی به خدا. دیدی که زمستان است دخترای قریه را در خانه جمع میکنی که ازش پیسه بگیری و غم جیبت خورده شمه. ناظر از خیرت کده ار گپه ده ترازوی پیسه طول نکو. ما دخترای قریه را سوابی سبق میتون که یک چیز را یاد بگیرن و بی سواد نمانن. صدقی سواد و مواد چواب من مفتکاری را خوش ندارم. در کدام قانون آمده که زحمت بکشی مگم در بدلش پیسه نگیری؟ قانونش خو نمیفهمم. مگم ای کار به گفتی اما آبده و به خاطر دخترای قریه میکنم. امو پیشم آمده بود و ازم خواست که ای کار را در گردن بگیرم. صدقی کار کردن چوب ای که اما آبده ازت خواسته من دیگه چیزی گفته نمیتونم. اگر من نکنم حتماً در غم سرورخان و دیگه کلانوی قریه میمانم. این حال خوب شد که تو هم راضی شدی. از این بعد ما به دل جمع دخترای قریه را در خانه خود سبق میتم. صدقی سبق چواب دلت هرچی که میکنی به ما غرض نیست. ایتو نفر بروی داری پیشت آمده که مادرش چیزی گفته نمیتونم. خیر ببینی که برام اجازه دادی. در ثواب ازی که دخترها یک چیز را یاد بگیرن تو هم شریک میشی. شاپیرای خوار خوش آمدی. بیا درون خانه. بخیالم که امروز را گم کردی چطور؟ خوش باشی گل مکی.
نه را رگم نکدیم، ام پشت دق شده بودم، سر چشمامو قنمیایی، گفتم باش خانهت بیایم. راستی زینب کجاست؟ خوب است؟ بیا بیشی شا پیرای، خیر ببینی که در یادم هستی. زینب شکر خوب است، اونه در نزدیک کلکین شیشته، ولی میبینیش. الا ای جنابه چطله چونه در دانت کدی؟ پس کن که چطله. الا او زن از خدا بترس، ایت سریه خوشه تفل چیز زدی که این من ترسیدم. جان جان گریان نکو گل خاله خود، مره جنابه به ما بتی. آفرین زینب بسیار خوب دختر است، بیا در بغل خاله خود بیا. جان چو باش دخترم گریان نکو، ما مادرت خوب یک گشتوی میتم. جنابه چطله کی در دان خود کدکی میکنه ها؟ از یه خوششتک برابر آدم کلان تماداری، ایگه کهی میفهمه که پاک چیز چطل چیز. خودتر مادرو باید از گزمیال کل چیز یاد بگیره. او رقم نیست که تو فکر کدی، میگن تا گوساله گو میشه دل خواهند او شوه. زینب انوز اقه نیست که کل گپ بفهمه و خوب و بعد فرق کنه. این وظیفه توست که چیزای چطل و خطرناک از پیش دستش دور بانی. قرار شا پیرای مرقه سبخ نتی، اگه ما کل روز پشت زینب بدهم کارو زندگیم چطور میشه؟ ده خانه هر چیز است، زودتر کدامش آوردارم؟ از تربیه اولاد کده هیچ کار ده زندگی مهم نیست. این امیره که خوب تربیه کنی، بخورانی و بپوشانی، فکر که کل کار کدی. به این رقم که تو میگی، حتماً روز تا بگاه اشتکایت ده بغل گرفته میشینی، کار خانه به بلای. نه، او رقم هم نیست که تو میگی. هم کار خانه را پیش میبرم، هم فکر خود از اون اولادای میگیرم. ده اتاق دیر تنها نمیمانمشان، زود خبرشان میگیرم که کدام گله برم ده اونتن. مگه ما فرینت که دوتا اشتک ریزه را سمال میکنی؟ ما خودم یکی در ماندیم که چی کنم؟ تو هم انشالله مخته میشی، هیچ رای نزن. گمشکو ایگه پاره بان شا پیرای، بیخیادم رفت که تو را بگویم بیشین، استاده پای شخ ماندی. نه شخ نشدم، ده خانه کجا دایم شیشتگی هستم. شکر که زینبه گریانش چاپ شد. اوش کده باشی که دیگه صدای مادرت نترسی و گریان نکنی. خو او همه تو صدای بلند داره. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی ماجبین مصروف نصب تخته سیاه بعد دیوار بود. او به ناظر گفت که تصمیم دارد بعد دختران قریه تدریس نماید، زیرا راه مکتب دور است. حال باز هم از آبده مشنویم که به چه کسی زنگ میزند و چه میگوید. حالا در گور پیدی و زیری از دست که چشمایم ضعیف شده لمبر فاطمه را نمیافم. انشالله که امیست. خدا کنه که فاطمه زنگ بشنو و جواب بده. بله بشنو خاله بده، نامت در تلفنم نمشته شد. السلام علیکم، خدا کنه که جور سلامت باشی. خیلیت خوب بود چطور که زنگ زدی؟ اما تو زنگ زدم که اوالتا بگیرم و بگویم که اگه یه خوش خبری بدم شیرینی مرا میدی یا نه. ای تو هم چی گفایی میزنی؟ بی خوش خبری شیرینی میتومد؟ چرا که تو یک زن کلان و دلسوز هستی. اینا رو بگو که چه خوش خبری هست. اونه اما تو که وعده کده بودم خانه ماجبین رفتم از بوده درس تعلیم و دخترها گدیش گف زدم. الا ما میگم خدا خیرت بده.
یاد کدام دلیل پیش کدام از رب خواست. نه، ما میگم خداوند عمر و روزی ماجبین برکت فرده. گپ ما در زمین ننداخت و گفت هر خواهیتی که دخترو میان ما سبق میتمشا. خدا کمت نکنه خاله بده. نامت چه برد، بخشش باشه. اگه خود در این کار پای پیش نمیکدی، دیگه کس نمیتونست. ای گپا چیز خاتمه. ما دایم در خدمت زن و دخترای قریه بودیم و هستم. بازمی که در شورای قریه از زنها نمایندگی میکنم، باید است که مشکلاتشان عمل کنم. تنها در درس تعلیم نی، هر کاری که داشته باشن ما کمک میکنم کتیشان. الهی، ما میگم عمر دراز و جان جور باشه خالا بده. نیت صاف است، انشالله که نه هیچ میدان در نمیمانی. تو هم زنده باشی فاطمه. هر خواهیتی که یک مشکل پیدا شد برد اما که ما را خبر کنی، انشالله تا جایی که واسم برسه غمت هم میخورم. خود سلامت باشی. راستی نگفتی که ماجبیر با حساب ترسادن خود واده داده که چی خواهی شروع میکنه؟ آها، کتی ما خوب پخته واده کرد این کار میکنه. مگم گفتم که وقت بته مرا که کتی ناظر گپ بزنم و اجازه بگیرم. وی، من چقدر خوش شدم که ماجبیر قبول کرده. ناله دایی خویه گفت دیگه برامد. چرا؟ چی گفت برامد؟ اونه ما خود الجمی دادمت که اتمنی کارم میکنه. در روی من هیچ نه نگفت. او خسیز، من از یه درک پریشان استم. یک کرد ناظر منش نکنه و بگویه که در خانه خود دخترها رو نمیمانم. نه، او گفت نیست خاتمه. اما تو که ماجبین احترام مرا داره، ناظرم در گفت ما چیزی نمیگه و قبول میکنه. چی کردی زینب؟ به یک شوخی و شیطانی سی. یک دقیقه حرام نمیشی که آدم کار کنه. این بیشی اینجا دیگه شور نخوری که اوگار میکنی خوره. دیگه توبه این باشه که تو سوغات کت خود دو پان بیارم. چی درد سر استی؟ این چیزی که بیسکیت بود تی تو پرکش کردی. غفار بیادر، بخیالم در دکانت کودکستانم جور کردی و اول دخترک خودش عاملش کردی. مانده نباشی. زنده باشی معلم سبرهیم. نه بابا، کودکستان از کجا شد؟ امروز این از شوق دکان آورد و مال از دستش بازاب استم. باش که من کتت جمع کنم. گفتی که کارتن چطور چپه شد؟ البته اوشید نبود از قفص چپ آن افتاد. نه بابا، این از دست شوخی و دستواشوهی ازی. هرچی که میگمش آرام بیشی هیچ گب در گوشش نمیره. از غایتی که در چارغوک شروع کده او در رودش گرم نمیه، در یک تپایش هست. ای خوشتک است، هنوز خوب و بد خدا نمیفامه. همه قشکر بگو که در فرقش نفتاده و اوگارش نکد. اگه نی او غمه چی میکدی؟ خوشتک نگو، بلا بگو. امروز تو بین برامد گفتم دیگه دکان نمیرمش. در مخانه پردهش هست. نه، یکان دفعه آخوری بیاری. زینبک خو گل دختر است نام خدا. هم چست است و هم بیدار. همی که می تپه از اوشیاریش است. یارا معلم سه مر از امی اوشیاری از ای تیر. شوخی کرده بیخی آدم ده بینی می رسانه. نه، هوش کوی گپه نزن. می فهمی که مام توری دخترک ها دارم. ده خوردی بسیار کتشان بنر می رفتار می کدم. تو هم حوصله داشته باش. یار اگر راست پرسان کنی معلم سب، یکان وقت تفصیله ما و بوبویش تنگ میشه. ایران میمانیم که کتیزی چی کنیم؟ قفار بیادر، همی اشتوکایی که نو در چارغوک شروع میکنن یا ای که استاد میشن. کتیزی رقم اطفال باید از احتیاط کار بگیری. اولادداری که هست از دکانداری و بسیاری کارهای دیگه کنه سخت است. هم شیمه میخوایم هم حوصله. گپت بجای است معلم سب، مگم بازم آدم حوصلهش تنگ میشه. هرچی که میگی حوصله کنم نمیشه. میشه، هر کار از خود یک راه و چاره داره، به شرطی که مردم بفهمه و به او عمل کنه. مثلا چی رقم راه و چاره؟ ی خوشتک از هرچی که بگویی نکو، کار خودم میکنه و سر کس خبرم نیست. این ما برات میگم، یک راه و چاره شمی است که بازار ولسوالی رفتی یک چند تا یک سامان بازی برش بخر که دمو مصروف شوه و از شوخی بانه. الو معلم صاحب ماجبین،
خیر ببینی که در خانه خودت برای ما دخترها صنف درسی جور کردی که درس بخونیم. یعنی ما را غم گرفته بود که چی کنیم. در اصل خاله آبده را دعا کنیم. امور گفت که برای دخترای قریه ما که از درس و سبق پس ماندن یک صنف درسی جور کو. بازی کار وظیفه ایم است. اگر به شما درس ندم گردنم بسته میشه. همی که خودت در زمستان قبول کردی و زحمت میکشی خیر ببینی. سلامت باشی زرغونه. اینال خودت بدگه قریه نزدیک ما که دخترها مثل شما واره از مکتب و درس پس ماندن آوال بده که بیاین و درس بخوانن. حتما برشان میگم معلم صاحب. ای زرغونه چرا یک رقم چورتی و پریشان شدی؟ نیک از دان ما کدام گپ خراب برآمد که خفه شدی؟ نه از خودت خفه نیستم معلم صاحب. گپ آقایم که یادم میایه که مر از مکتب رفتن من نکده بود جگر خون میشه. خیر باشه جگرت خون نساز. ای نشکر حال درس میخوانی بعد از این که چرت تا سرش خراب نکو. اما تو میکنم معلم صاحب. از این که پیش خود درس میخوانم بسیار خوش هستم. اگه این صنفم جور نمیشد معلوم دار کاینده ما تاریک میبود. خدا خیر به تخالا بدره. بیچاره دایم به خاطر زنها و دخترای قریه تپ و تلاش میکنه. در جور کردن امین صنف درسی هم بسیار سرمتا کیت کرد. خیر ببینم من دایم برش دعا میکنم که گپ مره در زمین ننداخت. در درس و تعلیم و دخترها زیاد کوشش میکنه. زن با تجربه است. میفهمه که درس و تعلیم به دخترها و بچه ضروری است. آیندهشان روشن میشه و سبا روز بی سرنوشت نمیمانن. اگر راست بگویم معلم صاحب مام از بوده آیندهیم بسیار زیاد تشویش داشتم. وقتی که آهای مر از مکتب رفتن من اکد بسیار گریان کدم. بجای تو هر کس که باشه گریان میکنه. خوب شد که این صنف جور کدم. اگر زامت بکشی و روزمره سبقای تا بخونی آستا آستا خوبتر میشی. سعیست معلم صاحب. راستی فیس کورس ما چند است که بفهمیم؟ فیس کورس ما بسیار قیمت است. اگه بگویم نخواد داده بتانین. خیر است معلم صاحب یک کرد خوب بگو. اگه واسه ما نرسید باز یک چاره میسنجیم. تشویش نکنین مکتتون شوخی کدم. کورس ما رایگان است. هر کس میتونه بیایه و درس بخونه. ما بر رضای خدا درس میتونم. درد دندان دارم و دندان به دندان میزنم. طاقتیم بود ندارم سر به سنگدان میزنم. نسیم او نسیم تو را میگم بیادر صبر کو کجا را ایستی؟ خیرت باشه یه کریم مره چی میگه؟ چی میگه او پدر را رسقه سنو دوکان میرون. بچم که از دوکان چی آفتی؟ خیره یک روز از بوده ما نرو پس دار بخو که قریه بره. ای نو فدای چه اون کریم باوش هستی یا نه؟ ما که دوکان نرم از کاربار میمونم تاوانی میشم. خیره یک روز که تاوانی شدی و فایده نکدی چی میشه؟ تو هم چی گپای میزنی او فدای چه هم بیکلی چرا خود تاوانی بسازم؟ با آن که برم کار کنم و یک چیز پیسه بعد از بیارم. یکا پیسه را چی میکنی نسیم؟ بیا گپ ما را در زمین ننداز. کار را که ما بخشیت میگم فایدهش ده چند دکانداریت است. من خواهیش در سر و بر گپت نفهمیدم. من چه مقصد تو از مانی شدن من از دکان چی است که قشلگی داری؟ من چی بگویم نسیم؟ اون خبر داری که قریه ما در جنجال کموی مانده. جده تا سبقه شوام خبر دارم. هنوز ملا صاحب از بوده امون جنجاله گپ هم زد کلش شنیده. خب خیاجت گفتن من نه وانا شکر خودت از کل گپ خبر هستی. خی چرا دوکان میری؟ بیشو که بریم قریه تو هم کمک و کتی ما. فدای چوام اوجه نام خدا بچه جوانا زیاف هست. بازم که تو تا ایجه از پشتم آمدی امر که ما اوجه برم چی کار کنم؟ رحیم لالایم گفت که کل اگه احالی قریه جمع میشن و بخاطر او باران و برف چکوری و بند میکنن که او دایش زخیره شوان. اینال تو هم باید است که بری و در کار اشر کتی ما شانه بتی. سعیز بادار هرچی که تو بگویی من قبول دارم. خیر ببینی نسیم فایده ای کار با کلگی ماست. چرا که هوای زیرزمینی زیاد میشه و در تابستان فصلهای خود خوب و داری کده میتانیم.
بسیار کار خوب است. خدا خیر به تعضای شورا را که خوب سنجش کده. خینال بیل و بریتر را گرفته شورا بریم و خبر بگیریم که اشر چه وقت شروع میشه که ما هم کتشان کمک شویم. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی کریم با نسیم که بعد دکان می رفت روبرو شده با او گفت که مردم قریه به خاطر ذخیره آب برف و باران در دامنه کوه و تپه حشر نموده و آبگیرها و دندها حفر می کنند. در این قسمت از زرغونه میشنویم که چرا خوشحال است و با پدرش جانداد چه مژده میدهد. والا امروز کار زیاد بود. به حد مانده و زله شدیم. فاطمه، چای مای دم کدین یا نی؟ دم کدیم. باش زرغونه را بگویم که برات بندازه. خیر ببینم این پیشترک برام دم کرد. بگی دخترم برای آقای چای بنداز. سعیز بابا اینه دستی کدم مرا پیاله تا. والا زرغونه بیشکت هست. چطور که امروز لب روید کشال نیست و صادق واره دکارای خالم کتی بابای دست پیشی میکنی ها؟ نه صادق واره دیگه جگرخونی نمیکنم. حالا بسیار خوش هستم. خوش شکر که خوش هستی. اگم دلیلش چیست که یکرت از آسمان در زمین آمدی ها؟ سعیز دلیلش خوب برات میگم. مگم تو هم برام یک قول بده که وقت از این گپ خبر شدی مرا اجازه بدی و نه درویم نگویی. خیرت خواست. چی گپ شده که پیش از ما قول و قرار میگیری؟ گپ خوب است جان داد. اگه پیش از پیش قولم بدی تاوان نمی کنی. دگه ای که زرغونگه کم بخواست دل خود میرسه. بابایم راست میگه. چیزی که برات میگم یک خوشخبری بسیار خوب است. شما دو تا مادر و دختر مرا بیخی کلگنگ سک کردین. گپتان روش بگوین که خاطرم جمع شود. گپی است که معلم صاحب ماجبین ایال ناظر کاکا در خانه خود بر دخترای قریه صنف درسی جور کرده. ما میخواییم امون جبور ما سبقهای خود بخوانم. خوخه خوشخبری که میگفتین امی بوده؟ آه امی بود. تو چرا بعد از شنیدن این گپ چرتی و فکری شدی؟ از این چرتی شدم که هر چی زرغونه را سبق خواندن من نکنم بازم دستوردار نیست و مرغ شکلنگ داره. چرا دستوردار باشم آقا؟ من سبق خواندن بسیار خوش دارم. این حالا که خوشخبری را شنیدی بگی کتی چای شیرنی بخو که دانت شیرین شوه. امروز عجب چای خوبش دم کردی. ما مانده استم که روغن زرد واریم از امیتا. خو سعیز گپه ده تاریف و چای تیر نکن. حالا ای را بگو که زرغونه را اجازه میدی که پیش ماجبین سبق خواندن بره یا نه؟ تیر من هم یارم. مگم ایران استم که کار خوب خواد بود یا نه؟ وی هیچ ایران نباش. سابقه از دوری را خارخور بودی. میگفتی که مکتب دور است. حالا خو خانه ماجبین از خانه ما یک قدم راست. خو نگفتین این سبق را که ایالداری ناظر به دخترای قریه میته در بدلش مای چند میگیره؟ مای هیچ. بیچاره از بوده که دخترای قریه باسواد شوند این جنجال را در گردن گرفته و خانه خود سمت ساخته. ای تو که هست؟ خیلی خوب هست. بان که زرغونام بره که سبقهای خود یاد بگیره. زنده باشی آقا. من ور تو آدم ایتم که خوب سبق بخونم و داینده یک آدم مفید به خود مردم خود شوم. اوهو احمد، ای قبیل و کلنگ و جبل از کجا کردی؟ بخیالم که کدام دکان واز میکنی چطور؟ نه لالا دکان چی؟ ای بلا و کلنگار اگه در دکانم بانم خریدار پیدا نمیکنه. بیساریش زنگ زده و کونه است. خیلی از بوده چی یار اینجا کود کردی و بالای سرش استاد استی؟
خاماخا کدام کس پیدا کردی که کار خرید و فروش اینای کنه را میکنه؟ لالا تو چی میگی؟ کتی از این سوال پرسان کردنت بخیالم که کتی من مزاق میکنی. تو خود شورا بودی؟ باز فیصله شورا چو تو از یادت رفت؟ کدام فیصله شورا؟ تو چی میگی؟ در شورا خو رقم رقم فیصله میشه، کدامش یاد میکنی؟ او روزه میگم که کل مردم در شورا به خاطر حل کردن مسئله کمبود او آمده بودن. خو مسئله او میگی؟ ما مونجا بودم که فیصله شد، گفتن مردم برای ذخیره او چو خوری بکنن و نمانن که او به جای زایی شوه. خوب شد یادت آمد، ما مزبوده امو فیصله از مردم قریه خواستم که بیل و کلنگای خود در یک جای جمع کنن که در روز عشر تیار باشه. آفرین احمد، بسیار کار نیک کردی. فکر باشه که در روز عشر هم امیره کم کار کنی. حتی من میگم که از دگاه کده باید از تو زیادتر تکده کنی. بچشم لالا، خاطرت از در یک جمع باشه. مر قدر که بتانم در کار عشر تکده و میکنم، هیچ رای نزن. خوب است، خیر ببینی. فکر باشه که ناظرام کتید بگیری، خوب سرش کار کنی و نمانیش که بازی گوشی کنه. اما تو میکنم، ما هم در همی فکر هستم. خدا کنه که بعد از این عشر مردم دگه از مشکل بیاوی خلاص شون. پناه به خدا، در شورا خو کلگی میگه که کموی به خاطر چای عمیق است که او سر به خود روان بود. حالا که جلوی کار گرفته شده شاید که کمبود او خلاص شود. خوب شد که خودت حالا به گپ قناعت کردی لالا. اگه نه پیش از شورا ما برای دیگه پا یادواری کرده بودم. تو هم بسیار کینه دل برامدی و بچه هم یک کرد که با گفتت نکدم و عجل دروی میاد کدی. نه لالا، خدا نکنه که من کینه دل باشم و از خودت کینه بگیرم. اما تو گپ سر گپ آمد یاد کدم. اگر راز ببرسی گپ تو بیخی بجای است. باید که ما مو وقت گپ توایی فکر نمی کدم. خب بازم شکر است که پیش از اینکه خرابی زیاد شوه فهمیدم که کارم غلط است. خیر است لالا، آل جگرخون نباش. خوب شد که به وقت و زمانش متوجه شدی و جلو زایی شدن هوا گرفتی. آفرین زینبه که بی بی خود، خوب گوش کو که ما قصه پری یک چوچه را برات بگویم. چشماش دوره غاره مخبول بود. کمک اکاشم این اما تو رقم خود سرخ میزد گل واره. ای چیز رو جادو کردی هم آبده؟ زینب ده بغل چیشته خود قرار گرفته و چراغ نمی کنه. از شوخی هم مانده. نه سرس و نه جادو گل مکای، ما تبشه میخوایم به نرمی قصه میگم برش، نازش میتونم مونم دار کارام میشینه. الا اما بسیار حوصله مند هستی. راستی قصه چی رو میکردی برش؟ یک قصه پری را خوش داره، مام نرمک نرمک امو را برش میگفتم. میفهمی اما بده یکان خواهید بخی بخیلی میکرده. چرا؟ کتیمه چی اودر زادگی داری که بخیلیت می آید؟ ای نه، از بودی امی که زینب دایم کتی تو خوش هستو ده بخلت آرام می باشه. معلوم دار، من خو رقم رو قمشم می فامم. هر کار از خود سرو حساب داره. خیر اما، امورا برمان بگو که از جیل اوقات تلخی زینب خلاص شام. کتیمه یکان خواهید لج می کنه. خود لج می کنه؟ تو با قار پیشانی تو شکتش رفتار میکنی و سرش پتکه میکنی. تو هم چی گپا میزنی اما؟ زینب آنوز یک خوشه دختر است. او لجوزه تو قار شدنه چی میفهمه؟ پشت گپ نگرد گل مکی. ای خود طفل خورد است. ما میگم این ایوانات میربانی و پیشانی وازی را میفهمند. اگر کتی طفل رفتار خوب کنی ایش غایت لجبازی نمیکنه. خو سعیس اتکو باشه، ما هم نصیتای تو را در گوش میگیرم. مگم باورم نمیه که زینب از کلش خی خود کتمه تیر شوه. من ناق نمیگم، از تجربه خود برد میگم که هر چیز به گپ میشه نه به قار و پیشانی ترشی و خلق تنگی. خدا کنه که تو باشه، ما هم کوشش میکنم که رویم تغییر بتم و دیگه سر زینب قار نشم. ما کل مادرها را گفتیم
که سرش دکای خود قار نشن، با خوبی و زبان نرم کتیشان رفتار کنن. من خوی کارم میکنم، دعا کو که دخترکم دایم آرام باشه و مرا آزار نتم. تو یک کرد امتیان کو، چرا که میگن امتیان شرط است. بوزو خود بی بی که گپای ما صحیح است یا نه؟ جانداد استی، خانداد استی، صدقه جانداد و خانداد چواب، هرکی که هستی، حیاتی میاتی را ایلاک و کت ناظرت گپ بزن که کارش مهم است. خیرت باشه ناظر، ایچی گپ است که دمی دوکان داخل شدی یک دبی با تم تراق شروع کدی؟ او صدقه تم تراق چواب، بسیار پرسان و سوال بان، فقط دست در جیب کن، نقر رو برو. لخته چی را او ناظر، ما قرض دارت، دین دارت، کدام چیز سرم سودا کدی؟ گفت چیز که پیسه میخوای؟ برای، برای از دکان مر از کار نکش، برای. صدقی کار باره چوا، ما کدام خیرات خور گدایی گرم نیستم، که از تو پیسه مفت بگیرم، حق ماست. برای، برای ناظر، ناقصام ما خراب نساز، میبینی که کالای مردم زیر دستم است. خیالم که باز و غایتاواری مغز سرت ضربه دیده و چتیگویی میکنی چطور؟ او صدقی چتیگویی و ایلاگویی چوا؟ اعصابت مانده که این دوکانتم خراب شوه؟ من مزد عیالم از پیشت گرفته نیستم ها؟ نه او ناظر، تو را مرض روانی گرفته، برو کلینیک دیوانه خانه را اید کنن. اکو زمین چی را میخوای؟ برو، برو اینجا بالای سر موسانه نخوان. او صدقی اوسانه و سیسانه و چل مرغک در خانه چوا، عیالم کار کده، زامت کشیده، مغزای سر خوده او کده، مفت خونیست. یکی دیوانیم ساختی او ناظر، اگر از دوکان نبرایی کتینی و تو داغت میکنم که قل و بل شوی. او صدقی قل و بل و گل و بل بل چوا، عیالم دخترتا در خانه ما سبق میتا. ما خود دوپه نیستو که در خانیم سبق مفت داده شوه، اگه عقش نتی دیگه دخترتا نمیمونم که بیایا. ما به هیچ رقم از درک سبق خواندن دخترم پیسه نمیتم، برو دستت خلاص. او صدقی خلاصی دستت چوا؟ بابی قصاب ولسوالی میگو پیسه را که سر علم و دانش مصرف میکنی ای تاوان نداره. چی کنمش که تاوان داره یا نه؟ خیمه مال از خانه خود تیخش میکنم.